سلام علیکم شاگردان حیات عزیز، به یکی دیگر از درس‌های مضمون بیولوژیتان خوش آمدین. امیدوار هستم که از صحت و عافیت کامل برخوردار باشین. شاگردان عزیز، در درس قبلی خود ما و شما درباره انتقال مواد به حجره بحث کردیم. ما گفتیم که مواد به چه شکل به حجره میرسد، توسط سیستم دوران خون به اطراف حجره و بعد از او توسط عملیه‌های مختلف به داخل حجره انتقال پیدا میکرد. اما این مواد زمانی که به حجره میرسه نیاز به یک سلسله تعاملات دارد تا چی شود؟ مواد به تبدیل شود به مواد قابل استفاده برای حجره، یعنی حجره بتانه از مواد استفاده کنه. درس امروز ما درباره میتابولیزم که شامل آنابولیزم و کاتابولیزم میشه بحث ما هست. خب میتابولیزم چی است؟ تمام تعاملات کیمیاوی که در حجره صورت میگیره ما براش میگیم میتابولیزم. اما یک تعریف دقیق تر و واضح تر بخوایم داشته باشیم، میتابولیزم یک کلمه یونانی است که معنی از او میشه تبادله و تغییر. اما در اصطلاح تمام تغییرات، تبادلات و تعاملات کیمیاوی که در حجره صورت میگیره به نام میتابولیزم یاد میشه، که این میتابولیزم در یک موجود زنده سبب نمایش میشه، ترمیم اعضای از بین رفتهش میشه، تکثرش میشه، تولید انرژی زمان به خاطر فعالیت های روزمرهش و مصرف انرژی هنگام فعالیت های روزمرهش میشه. و یا میتونیم بگیم سلسله تعاملات منظم کیمیاوی و تولید انرژی است که سبب بقای موجود زنده میشه. ما فرضی میگیم میتابولیزم، که میتابولیزم دو جنبه داره، یکی تولید انرژی برای موجود زنده در حجرش و یکی هم مصرف انرژی برای موجود زنده در داخل حجرش. خب میتابولیزم در حجرات به دو حالت صورت میگیره، یکی آنابولیزم است یا تعاملات ترکیبی یا تعمیری هم برش میگیم، و یکی هم که از مولکول های کوچک مولکول بزرگ ساخته میشه، و یکی هم کاتابولیزم است که تعاملات تخریبی یا تجزیوی هم برش میگیم که از مولکول های بزرگ مولکول های کوچکتر تشکیل میشه. خب آنابولیزم یا تعاملات آنابولیزمیک چی است؟ تمام تعاملات کیمیاوی که مولکول های ساده، مولکول های کوچک با مولکول های مغلق در حجره تبدیل میشه به نام تعاملات آنابولیزمیک یاد میشه. به عنوان مثال و امینو اسید ها یک جا میشه و در نتیجه از او در وجود ما یا در حجره ما پروتین تشکیل میشه. این یک تعامل آنابولیزمیک است. یا در زندگی روزمره خود ما و شما یک مثال بدیم، دیوار از خشت ها تشکیل میشه. اگر خشت ها را ما و شما مولکول های کوچک فرض کنیم، این مولکول های کوچک با هم یک جا میشه و در نتیجه یک دیوار بزرگ را برای ما میده که این مولکول های کوچک یک مولکول بزرگ است که چی است؟ یک تعامل آنابولیزمیک است. یا به عنوان مثال فتوسنتز که چی میشه؟ در اکسیژن، آب در موجودیت چی؟ در موجودیت نور و آفتاب و کلروفیل تعامل میکنه و در نتیجه یک مولکول مغلق تره که به نام گلوکوز یاد میشه و اکسیژن تولید میکنه، که این گلوکوز نسبت به آب و کربن دای اکساید مولکول های تشکیل دهندهش چی است؟ مغلق تر است. بنابراین یک تعامل آنابولیزمیک است. اما تعامل کاتابولیزم، تمام تعاملاتی که باعث تجزیه مواد مغلق به مواد ساده در حجره میشه به نام تعاملات کاتابولیزمیک یاد میشه. به عنوان مثال پروتین زمانی که به عضلات ما میرسه، نیاز حجرات عضلاتی ما او را به شکل امینو اسید نیاز داره به واحدهای سازندهش. بنابراین زمانی که پروتین تبدیل میشه به امینو اسید ها به مولکول های ساده، یک تعامل کاتابولیزمیک است. یا به طور مثال قبلی خود تکرار میکنم، او دیوار را که ما شما از خشت ها ساختیم پس تبدیل میکنیم او دیوار به واحد های سازنده ایش که امو خشت ها است. این در حقیقت یک تعامل کاتابولیزمیک است که ما دیوار را تجزیه کردیم به خشت ها. به عنوان مثال دیگه در تنفس حجروی است. تنفس حجروی که در میتوکندریای حجرات ما و شما صورت میگیره، از گلوکوز به عنوان مثال که گلوکوز یک مولکول مغلق است، در تعامل با اکسیژن چی میکنه؟ مولکول های ساده تری مثل آب و کربن دای اکساید ایجاد میکنه در حجرات حیوانی، که همچنان انرژی هم آزاد میشه، که یک تعامل کاتابولیزمیک است. خب شاگردان عزیز، خود میتابولیزم در مرحله جوانی موجودات میتابولیزمش فوق‌العاده وسیع‌تر است. چرا؟ به خاطر که موجودات در مرحله جوانی خود فعال است، زیادتر تحرک داره، زیادتر فعالیت‌های فیزیکی داره، بنابراین میتابولیزم سریع‌تر داره. اما اگر آنابولیزم و کاتابولیزم با هم همسان باشه، موجود زنده بدون کدام تغییر باقی میمانه. موجود زنده در یک سیر نرمال حرکت می داشته باشه وجودش.
به عنوان مثال انسان ها بین سن 25 الی 40 سال حالت نسبتا نرمال تر را می داشته باشند، زیاد از وزنشان کم هم نمیشه و هم اضافه نمیشه، یک سیر نرمال می داشته باشه. اما اگر انابولیزمشان بیشتر از کاتابولیزم در وجودشان باشه، موجود رشد و نمو میکنه. به عنوان مثال مرحله طفلی 25 سال یا 22 سال انسان ها که انسان چی میکنه؟ زیادتر در حالت رشد و نمو است. این مرحله انابولیزم نسبت به کاتابولیزم بیشتر است. اما اگر انابولیزم نسبت به کاتابولیزم کمتر باشه، موجود زنده وزن خود از دست میده، حجراتش از بین میره و آهسته آهسته سبب مرگش میشه. به عنوان مثال مرحله پیری یک انسان ها. خب حالا دوستان عزیز، تعاملاتی که در حجرات صورت میگیره، این چون موجودات زنده کثیر الحجروی هستند، این تعاملاتی که در حجراتشان صورت میگیره بالای وجودشان یک تاثیر میندازه که ما این تعاملات به نام تعاملات بیوسنتز میگیم. چرا؟ به خاطر که در تمام وجودش یک تغییرات یا تاثیرات را داره در تمام حجراتش. خب این تعاملات بیوسنتز به دو نوع است، یکی تعاملات اسیمیلیشن است و یکی هم تعاملات دیسیمیلیشن. تعاملات اسیمیلیشن با تمام تعاملات بیوسنتز گفته میشه که در موجودیت انرژی جهت تغذیه نمو و انکشاف صورت میگیره. به شکل واضح تر ما براتون بگم، تمام تعاملاتی که در موجودیت انرژی در حجره ما صورت در وجود ما صورت میگیره و در وجود ما یک تغییر را میاره. مثلا سبب بزرگ شدن ما میشه، سبب رشد و نمو ما میشه، سبب بزرگ شدن عضله ما میشه، یا مثلا در نباتات سبب رشد و نمو نبات میشه یا تولید میوه در نبات میشه. خلاصه در موجود زنده چی میکنه؟ یک تغییر میاره. ما این تعاملات اسیمیلیشن میگیم. مثلا ما و شما میریم باشگاه یا کلاب پرورش اندام، در اونجا چی میکنیم؟ پروتئین مصرف میکنیم. این پروتئین به عضلات ما میرسه و به امینو اسیدها تجزیه میشه. با وجود که یک تعامل کاتابولیزمیک است، ولی چون در عضلات ما شما یک تغییری را میاره، ما تعاملات به نام تعاملات اسیمیلیشن میگیم. اما تعاملات دیسیمیلیشن تمام تعاملات تخریبی است که در نتیجه از او انرژی تولید میشه یا به مصرف میرسه. یا به شکل واضح تر براتون بگم، تمام تعاملات تخریبی که در وجود ما صورت میگیره و در نتیجه از او یا در وجود ما انرژی تولید میشه یا انرژی به مصرف میرسه. به عنوان مثال فعالیت های روزمره ما، به طور مثال ما و شما ورزش میکنیم، در جریان ورزش ما و شما نیاز به انرژی داریم تا فعالیت کنیم. بناهن وجود ما چی میکنه؟ از موادی که در خود ذخیره داره او مواد به مصرف میرسانه، کاتابولیزم انجام میتابالش و در نتیجه از او انرژی تولید میکنه و در عین ورزش کردن ما او انرژی را مصرف میکنیم. این تعامل تعاملات که چی است؟ دیسیمیلیشن است. خب شاگردان عزیز، درس امروز ما در همینجا با پایان میرسه. شما را به الله بی نیاز میسپارم.